معاون آینده ی رئیس جمهوری ایالات متحده مایک پنس. آقای پنس از ایالت مرکزی اندیانا بوده و یک محافظه‌کار است. کسانی که درک درست از من دارن مرا میشناسن که یک مرد ساده هستم. من یک عیسوی هستم، من یک محافظه‌کار و به این ترتیب یک جمهوری خواه هستم. اما چی ارزش‌هایی را آقای پنس در خود پرورش داده است؟ مردمان خوب وقتی نگاه‌ها متوجه آنها نباشد کارهای خوبی انجام میدهند و این جزء متعلق بودن به ایالات مرکزی کشور و ایالت امچو اندیانا است. در سال 1990 زمانی که آقای پنس گرداننده یک برنامه محافظه‌کار تلویزیونی بود، با استفاده از فرصت با رندی دیکلن در مورد آرزوهایش برای آینده و ارائه خدمات دولتی صحبت کرده بود. پیامی را که او می‌خواست بگوید خیلی مثبت، موفق و الهام بخش بود. او مرد عقیده است. او مرد متقاعد کردن است. او مردی است که می‌توان بر او اعتماد کرد. او از قلب جنبش محافظه‌کاری و قلب آمریکا برخاسته است. آقای پنس از تجربه خوبی کاری برخوردار است. او به دولت تنها به مسابه ابزار برای پاسخگویی به مشکلات مردم نمی بیند. بازگفته‌های اندک نخبگانی که دورتر در پایتخت برای یک زندگی بهتر برای ما پلان گذاری می کنند تا اینکه ما آنها را برای خدمت به خود پلان بدهیم، خسته شده ایم. آقای پنس در سال 2012 به صفت والی اندیانا به این ایالت برگشت و به مسائل همچون سقط جنین، حقوق همجنس بازان و آزادی های مذهبی پرداخت. این قانون به شرکت های اجازه نمی دهد که از ارائه خدمات به هیچ کسی خودداری کنند. با وجود انحرافات دونالد ترامپ، اعتقادات عمیق آقای پنس تکت انتخاباتی جمهوری خواهان را متوازن می سازد. شاخه محافظه کار حزب که بالای دونالد ترامپ مشکوک بوده است می تواند بر مایک پنس اعتماد کند. او یک شخص با تجربه است. زمان زیادی را در کنگره سپری کرده و والی اندیانا باقی مانده است. اگر دونالد ترامپ انتخاب شود، فکر کنم که آقای پنس با نمایندگی از اداره او در برخورد با اعضای کنگره ممد واقع خواهد شد. من فکر میکنم که او ویژگی های همچو جسور بودن و رهبری استراتژیک را دارد. با این خصوصیات مایک پنس امید دارد که در انتخابات عمومی ماه نوامبر رای دهندگان را معتقد به اعتماد بالای نامزد جمهوری خواهان سازد. رونا دورانی غرزنگ، تلویزیون آشنای صدای امریکا، واشنگتن.